سلام و به قطر 365 خوش آمدید. برنامه‌ای که چشم‌اندازی منحصر به فرد به دوحه و مناطق اطراف آن ارائه می‌دهد. من میراندا آتی هستم. این قسمت برنامه کاملا در مورد مد است و به همین خاطر به کشف چند استعداد فوق‌العاده این صنعت در منطقه پرداختیم. در این برنامه از اولین مدرسه مد قطر و یک مرکز طراحی در قلب دوحه بازدید می‌کنیم و مجموعه‌های مد مستعد نسل آینده را بررسی می‌کنیم. قطر با ترکیب تاریخ عربی و طراحی مدرن بروز به صورت روزافزون در حال شناخته شدن به عنوان یکی از قطب‌های نوآوری است. یکی از مراکز اصلی نوآوری دانشگاه هنر ویرجینیا کامنولث شعبه قطر است. برنامه آموزشی مد از مرحله ایده تا پروژه نهایی به طراحان نوظهور کمک می‌کند و برخی از مجموعه‌های اخیر آنها حیرت انگیز است. ایده من انا اهلی و اهلی انا نام دارد، یعنی من خانواده‌ام هستم و خانواده‌ام من است. ما تدریجاً صفات خانواده‌مان را فرا می‌گیریم و سپس تصمیم می‌گیریم کدام یک را برای خودمان نگه داریم و کدام یک را رها کنیم. آیت الله محمد یکی از فارغ‌التحصیلان مستعدی است که طرح‌های خود را در نمایش مدی با عنوان این تکرار یا عدم تکرار تاریخ است به نمایش گذاشته است. این طرح‌ها در واقع ترکیبی است از مادرم که بسیار پرهیاهوست و پدرم که بسیار خونسرد و آرام است، در واقع تلفیقی از هر دوی آنها. موضوع داده شده به طراحان در این نمایش نوستالژی بود. در نتیجه هر مجموعه با دارا بودن عناصری از میراث، خانواده و خاطرات که به وضوح بر هر طرحی تاثیر داشته به شدت شخصی می نماید. مجموعه من حرکت آونگی نام دارد و راجع به تضادهای شخصیم از تاب خوردن بین ریشه های پاکستانیم و بزرگ شدنم در دوحه است. من تلاش میکنم به نوعی روی شکاف بین دو کشور و فرهنگ هایشان پلی بزنم. همچنین با ترکیب مؤلفه های از پیشینه پاکستانی خود با تکنیک های گلدوزی و خیاطی مدرن سعی در ایجاد پویایی دارم که گذشته را حفظ میکند و به کشف آینده میرم. VCU Arts قطر قدیمی ترین دانشگاه مد و طراحی این کشور است. کریستوفر فرینک سرپرست تیم استادان این دانشگاه است که هر کدام برای خانه های مد بین المللی کار کردند. ما برای یافتن نوای درونی دانشجویانمان، درک اهمیت نظر و دیدگاهشان و در عین حال ترجمان آنها در تولید یک لباس یا یک مجموعه با آنها کار میکنیم. پس مقصد یک طراح مد بدل شدن به صدای نسل خود است. فارغ التحصیلان همچنین آماده گام برداشتن فرای حاشیه امن دانشگاه میشوند. باید مد را به عنوان یک زیست بوم در نظر بگیرید و VCU بخش بزرگی از این زیست بوم است. ما مرحله نخستین و جایی که بذرها کاشته می شوند هستیم. دانشجویان به اینجا می آیند تا بیاموزند چگونه یک مجموعه بسازند و چگونه یک لباس تولید کنند. این مهارت ها و توجه به جزئیات را حقیقتا در هر طراحی می توانید بیابید. مهمترین تکنیکی که در طرح‌هایم استفاده می‌کنم، هدر ندادن مقدار زیادی پارچه است. در تلاشم مجموعه‌ای بدون ضایعات و تا حد امکان سازگار با محیط زیست بسازم. توانستم با صحبت با استادانم به شیوه تولیدم به صورتی که تا حد امکان شیک باشد هم دست یابم. بیشتر دانشجویان سال 2022 امیدوارند بتوانند خط تولید محصولاتشان را همینجا در دوحه راه بیندازند. اینجا M7 است، مجموعه ای از استدیوها، فضاهای کار اشتراکی و برنامه‌های راه‌اندازی استارتاپ‌ها که برای پرورش طراحان جدید و آینده طراحی شده. برای قطر که می‌خواهد به اقتصادی دانش بنیان تبدیل شود، این قدمی حیاتی است. ماها از سلیتی، مدیر M7، مرا به بازدید از این مکان برد تا فضاها و فرصت‌های موجود برای استعدادهای نوین را بررسی کنم. ما برای فراهم کردن چیزی منحصر به فرد برای این زیست بوم نوآور با نهادهای گوناگون همکاری می‌کنیم. یکی از آنها کانسپت استور یا فروشگاه موضوعی استدیو 7 است که محیطی منحصر به فرد برای طراحان منطقه‌ای و محلی است تا داستان پشت محصولاتشان را به اشتراک بگذارند.
چه نوع نمایشگاه و یا برنامه‌های جدیدی هم اکنون در حال برگزاری است؟ اخیراً نمایشگاه رویای یکی از طراحان کریستیان دیور را داشتیم. در برنامه زوارا 7 طراح را به بازدید از دیور بردیم و در نهایت آنها آثاری را با الهام از دیور در ترکیب با فرهنگ و تفکر خودشان طراحی کردند. به نظر شما فضاهای مختلف اینجا در M7 چگونه در ترکیب با هم میتوانند یک مرکز طراحی حقیقی به وجود آورند؟ ما به اینجا به چشم ساختن یک زیست بوم کوچک نگاه میکنیم. در تلاشیم برای همه طراحان در هر سطحی، چه آنهایی که به صورت تفریحی طراحی می‌کنند و چه طراحان با سابقه، زیست بوم و منابعی فراهم کنیم که به ارتقاء آنها کمک کند و فضایی مساعد برای همکاری و نوآوری ایجاد کنیم. استودیوی برش اینجاست. به ما بگویید اینجا چه اتفاقی می‌افتد. استودیوی برش یک ارائه کننده خدمات به تولید کنندگان کوچک است و به آنها کمک می‌کند تا تولیدات خود را در قطر انجام دهند. این استودیو به طراحان با سابقه و نوظهور مشاوره می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا پروژه‌های خود را تولید کنند و از موفقیت تجاری آنها اطمینان حاصل کنند. همانطور که می‌بینید استدیوی برش تجهیزات و ماشین‌های بسیار خوبی در اختیار دارد که به وسیله آنها محیط بسیار راحتی را برای طراحان پدید می‌آورد. خب ماها، ما به اسکیل 7 که یک انکوباتور کسب و کارهای طراحی و مد است آمدیم. راجع به آن کمی بیشتر برایمان توضیح بده. اسکیل 7 یکی از انکوباتورهای بانک توسعه قطر در مشارکت با M7 است که روی مد و طراحی متمرکز است. آنها از برنامه پیشروش برای طراحان نوظهور گرفته تا برنامه‌های شتاب دهنده برای طراحان با سابقه تر را در اختیار دارند. همچنین محیطی را برای برنامه‌های آموزشی و کارگاهی فراهم کردند. استدیوهای طراحی و آزمایشگاه‌های لیوان از ابتکارهای موزه قطر است. این مدرسه دخترانه سابق اکنون مجموعه است که در آن نوآوران صنعت مد گرد هم می‌آیند تا پروژه‌های خلاقانه جدیدی خلق کنند. شهرزاد غفور گزارش می‌دهد. مرکزی برای طراحان آینده کشور با استدیوهایی مشرف به حیات که پیش از این کلاس درس بودند. ما میزبان پروژه‌های مرتبط با طراحی موزه قطر هستیم و در آنها طراحان را با پروژه‌ها مرتبط می‌سازیم. پس کار ما اساساً شبکه‌سازی است. اگر شما به طراحی، هنر و یا بودن در مکانی احاطه شده با نوآوری یا خلاقیت علاقه‌مندید، اینجا مختص شماست. این ایده پشت استودیوها و آزمایشگاه لیوان است. اینجا محلی ایدئال برای رشد و همکاری بدون در نظر گرفتن پیشینه، فرهنگ و سبک است. چیزهایی که اینجا می‌بینید، کیف، کمربند و کیف لپتاپ در واقع نخستین تولیدات ما هستند. عیسی علی الجهان به همراه پسرعمویش در دوران کرونا تصمیم گرفتند تفریحشان که تولید محصولات دستساز با استفاده از چرم گیاهی دباغی شده بود را به یک کسب و کار تبدیل کنند و اکنون در اینجا یک کارگاه دارند. من از 4 قانون پیروی می‌کنم که اساساً پایبندی به سنت‌ها و تکنیک‌های باستانی چرم دستساز است تا بهترین چرم ممکن را به دست آورم. ما چرم را از سراسر دنیا و با احترام به اصول اخلاقی تهیه می‌کنیم. پس چرم ما سازگار با محیط زیست است. مواد شیمیایی خطرناک بر روی سطح خود ندارد و در طبیعت تجزیه پذیر است. ما در کل فرایند تولید و عرضه سعی می‌کنیم برای محیط زیست، مشتریان و کارگرانمان بهترین باشیم. مهربانی با طبیعت و آگاهی سازی فرهنگی اهداف اصلی لیوان است.
من طراح مد و مدیر نوآوری رونی هلو که برند پوشاک آماده و لوکس مستقر در بیروت و دوحه است هستم. ما با تاکید بر ارزش‌هایمان که سازگاری با محیط زیست، حقوق بشر و حقوق حیوانات است، لباس‌های راحت و مدرن برای زنان و مردان تولید می‌کنیم. از طراحی تا تولید تلاش می‌کنیم ارزش‌هایمان را در همه چیز منعکس سازیم. این کتابخانه با کتاب‌های از سال 1956 زمانی متعلق به مدرسه بود، اما اکنون با در اختیار داشتن کتاب‌ها و مجموعه‌هایی از افسانه‌های سنتی، خطاطی عربی و حتی موسیقی، وقف برانگیختن تخیل و خلاقیت طراحان شده است. ما اساساً از چاپ سیلک و چاپ نقش چوبی استفاده می‌کنیم و از بکارگیری طرح‌هایمان بر روی تیشرت‌ها و کیف‌های پارچه‌ای که مردم به صورت روزمره می‌توانند از آنها استفاده کنند لذت می‌بریم. در مورد کار شخصی من باید بگویم که از بکارگیری شکل‌ها و فرم‌های منحصر به فردی که در طبیعت یافت می‌شوند بسیار لذت می‌برم و به تلفیق تایپوگرافی عربی و تصویرسازی بسیار علاقه‌مند هستم. معتقدم کار شخصی من به همراه عضویتم در تایپ عربی به ما در معرفی عمومی تایپوگرافی و طراحی نوشتار به شیوه نوین و تجربی در مقابل شیوه سنتیان کمک کرده. نه تنها طراحان مد، بلکه معماران و طراحان گرافیک نوآور دیوان را محیطی عالی برای تبادل دانش می دانند. همگی از محیط و حضور یکدیگر در آنجا الهام می گیرند. مشخصاً استعدادهای زیادی در صنعت مد اینجا در دوحه حاضر هستند و این قسمت همینجا به پایان میرسد. اما اگر پرسشی داشتید حتماً با ما از طریق هشتگ قطر 365 در میان بگذارید. ممنونم که برنامه ما را تماشا کردید و برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یورو نیوز مراجعه کنید و البته حتماً برنامه بعدی ما را ببینید.